همراهان دل، مردن داریم تا مردن. مولانای جان غارت شده و زنده شده به حضرت عشق بود. زندگی پرمعنای ایشون گذر از سلسله مرگ‌هایی بود که هر بار او رو از پله فانی به پله باقی‌تر و بالاتری سیر می‌داد. به قول خودشون از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. و حالا در این شب پایانی بر پله آخر در این عالم خاکی ایستاده بود، چشم در چشم مرگی که اون رو عروسی و وصال ابد می نامید. منزلی که نقد حال و مقام و سواد باطنی و آنچه در چنته آگاهی های کسب شده در عالم ناسوت داشت رو جهت پاسخگویی به مهمترین سؤال حضرت قرآن با خود به عالم باقی می برد. عزیزانم، آیا می دونید اون سؤال مهم چی بود؟ سؤالی که همه ما دیر یا زود باید بدون پاسخ بدیم. سؤال در حضرت قرآن در آیه 14 سوره مبارکه اسراء مستطره. از ما سؤال خواهد شد: اقرا کتابک. به قول اهل الله، بخوان بخوان ای انسان چه در چند داری، بخوان دفتر اندیشه ها و اعمالت رو، بگو اون چرا که به خاطر اون به این عالم فانی اومدی. مأموریت و رسالتت این بود که پاسخ مناسبی به این سوال پیدا کنی. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. همراهان جان، باید بدونیم که مرگ در بین سلاک حق پرست و عارفین بالله بر دو قسمه. اول مرگ قبل از مرگ جسمانی که به اون موت ارادی یا تولد مجدد و یا زندگی تبدیلی هم گفته میشه. دوم مرگ جسمانی و ادامه سیر کمال در چرخه انا لله و انا الیه راجعون. عرفا مرگ جسمانی رو پایان تلخی بر زندگی انسان ندونسته و اون رو آغازی بر سیر کمال خودشون میدونند. لازمه تجلی تولد مجدد هم رسیدن سالک به درک سر موتو قبلا تموتو استش. و اول قدم در این راه خطیر توکل به حضرت حق و دادن دست ارادت در عین اختیار و آگاهی و هوشیاری و در کمال صداقت به یک استاد معنوی کامل و صادق و راهاشنا و متابعت از اون عبد صالحه. به قول حضرت پیر، دست را مسپار جز در دست پیر، دست را مسپار جز در دست پیر، حق شدستان دست او را دستگیر. عقل کامل را قرین کن با خرد، تا که باز آید خرد زان خوی بد. چون بدادی دست خود در دست پیر، پیر حکمت که علیم است و خطیر، کو نبی وقت خیش است ای مرید، تا از او نور نبی آید پدید. دست پیر از غایبان کوتاه نیست، دست او جز قبضه الله نیست. دست او را حق چو دست خیش خواند، تا ید الله فوق ایدیهم براند.